بفرمایید. دستی شما درد نکنه خاله بلقیس جان، ایشالله همیشه تندرست سلامت با بجا باشید، تندرست باشید، خدا نگهدار. قربون دسته، قربون دسته، خدا حافظ، سلامت. در بازه، بیا تو. سلام حبیب آقا، خوش آمدی. هنوز سر ماه نشده که شما آمدی. بوی خونه شما سر ماه و تای ماه نمیشناسم. آبرون تو کل همسایی ها رفته. امروز هر که آمده جلو ماسبرنی میگه کل همسایی ها به خاطر بوی خونه مسجر بخوری شدن. خب آخه حبیب آقا، من اگر روزی 10-20 کیلو پیاز و سبزی سرخ نکنم که اجاره شما رو چجوری میتونم بدم؟ دست بکش بلقیس خانم. یعنی تو نمیفهمی منظورم چیه؟ شما بهتر از من الان میفهمی میدارم راجبی کی حرف میزنم، راجبی چی حرف میزنم. راجبی چی؟ الان پسر وافورکش تو بالا در سبزی قرمه سرخ میکنم؟ آره؟ حبیب آقا چی کارش کنم؟ بچم پاره ترمه، بیرونش کنم؟ زبالی باید بنازی دور، چون ننازی بوش محل برمیداره. حبیب آقا ماسفند اومده بود. سر ما نشده که سر سال شده؟ خب به سر سال نمی کشه قرار باشه این بوهای کوفتی از خونتون بیاد خونه های مردم. بگو داریم کار میکنیم، خونه کوچیک بو میره بیرون، سبزی مبزی سرخ میکنیم، بوش میزنه، چش نداریم ببینیم، میخوام اجاره تو رو بدیم، میخوام چی کار بکنیم. ای بابا بگو خونه رو راحت میشه، من یه کار درست گیر میارم تو رو پیمون، یه چیزی میرم میگیرم بالای شهر، از این خونه ها که این سرش بشین اون تشو نبینی، کلفت و نوکر و خدم و هشم میریزم زیر دست پات، فقط دستور بده. کیف کن مادر من. Yes, of course. Thank you for me. I don't know where now. No, I can't follow them anymore. بابا یارگه نهشور، این چه جور رفتار دور از ذهنیه بال؟ ماشال اینا اومدن. کی اومده؟ فریدون؟ نه نه شهرام؟ نه مهندس؟ نه قربان؟ نه اسباب؟ نه خب دیگه کی هست؟ فراتر از این حرف هست میفهمی؟ کیه باز؟ فرازمینی ها همون دیشبی ها؟ آره اومدن منو با خوششون ببرن. باز اینا چه داغون هایی هن اومدن توی داغون رو ببرن؟ عجب آدم، اینا اومدن منو ببرن که سیارهای دیگر الکترونیکش رو حک کنم بدم تحویل اینا، نمیفهمی؟ عقوبت کدوم رفتار مایی؟ بیا دره رو ببند، اینا میخوام منو با خوششون ببرن. بیا دره رو شما آقا، بیا آقا جان بیا. این در بسته بگی با کن. چرا باز؟ من دشویی دارم. الان آر یه چشمای زاق داری، آخ سبت بر دست و میل بادار، سبت بر دست و میل باغ ما کن.
دستان سرم را بشکنای دردم دوا کن سبزه کشوین فقا که از خودت نیست برادر من کادون که از خودته که خوب خب کمتر بخور در روز کم خودتو علاف نکنی هم ما رو همین موجودات فضای بدبخت رو که هر دفعه میان تو رو ببرن با خودشان به در توالت میخورن خواب بدبخت ها ای بابا خوبی رفتار شایسته یه چته؟ میمن مرض دارم چی میخوان؟ چی کار میکیدین؟ داشتم گل کوچیک بازی میکردم گلرم واقعا؟ گرفتی ما رو؟ نه گفتم شاید بیدار باشین یکم اختلاط کنم با هم اختلاف چی بکنی؟ نه حرف بزنیم با هم در رابطه با چی؟ دشوری دشوری؟ این رفیقمون رفته دشوری خب بره همه میرم من میرم تو میری اسما میرم اسبا میرن؟ نه منظورم اینه که شاید گفتم شما تجربه دارین با اسبا اینه این زیاد میره خب بریم اگه تو کم میشه نه از ما نه خودش کم میشه نگران خودش اما خب طبیعیه دیگه خوردن آلو داستان میشه دیگه آها آلو خورده آلو آلو یه ضرب المثل همه اولش برای ترک اینجوری میشن آها اول ترک بله اول ترک آلو. نه اون گذاشت بخوابیم نه تو میذاری بخوابیم کی نذاشت بخوابیم؟ فریدون تمام شو؟ بله بفرمی اول ترک ببخشید معذرت میخوام خود چیه؟ توهماتی که میبینن موجودات فضایی مثلا یکی میاد میبررشون اینا حک میکنه اینا همه اینجوری هنه این بسه به محصولاتشانه خدایی چی گیر کردیم تو هم چیزی میزنی؟ نه ماشینی که روشن کرد برای شما که اینجا میبینم که دشوری دوست یه چی دوست؟ دو برو ببینه دوست بابا این دوست نبود این بیشم بود بیشم بود؟ هر با من خودم دیدم چرا قضاوت میده کجا بیشم بود؟ هر رسی را بگرفتی ما رو چی گرفتی ما رو؟ این بیشم بود داشت میرفت کجا داشت میرفت؟ من چی میدونم کجا داشت میرفت؟ بچیه چه میدونی؟ ما میان در میزنم میگم بیشم میخواد بره؟ خب الان میشم کو توالت عروس موفق نشده کار خودشو تمام کنه بیا آقا بیا آقا میشم آقا آقا میشم یک اهنی چیزی بکنیم بنده خدا نگران خب میشم ماشینشو آقا میشم مرغ از خوب میشم به جست میشید رفت ها من آسخری کردی نه بگم که میشم نشونم بده بینیم نه میشم برو تو برو تو برو تو همونجا باش تا بیشم بیا آقا قربان بزن ما توزیم اومدی منو خام کردی ماشین رو ببره بابی چه رفت داره همین ماشال بله بابا بله ماشال این جامعه نمیده این جامعه تو رو نمیده تو چرا همش فکر کنه ما دو نفر یکیم خب آه یکین دیگه سر من شیر مالیدی ماشین رو بعدشون بردین به جای حرفا بگیرش کیو؟ اون شفی رو شما بیژه رو بگیم ما شهرمو میگرم دیگه خب جواب نمیده آخه خب بگیرش چند بار دارم میگیرمش دارم میگیرم یه منزل منزل کی؟ دنبال زیر بغل ماری بابا منزل بابا شما بگیرش بابا بگیر ماشین بدبخت رو بعدشون بردن ولی ببین پیداش چشم من تو رو این چیکارت میکنم الو ماشا چه؟ بابا مثل آدم حرف بزن ببینم چی میگی چی؟ بیژن چه غلطی کرده؟ معلوم نیست دوباره چه غلطی داری میکنه چی نفهمم چی داری میگه؟
دستم بهت برسه بیژن. بیژن شما دوتا بالا نبودین چی شد؟ ما تو اتاق بودیم، تلفنش یه زنگ میخورد بر نمیداشت، بعد وقتی که زدش اومد بدونیم چی میگه. چی میگه؟ نمیفهمم چی میگه. گفت کجا بردینش؟ گفت کجا بردین؟ کجا؟ چی رو کجا برده؟ چی میدونم بابا، یه دقیقه وایسی این کجا چی رو برده؟ بابا اون یارو معلومش کیه؟ چی بهش گفتش؟ بهش گفت نمیدونم چی گفت، بعد هم برگش گفت کجا بردینش؟ از بالا کجا بردینش؟ من دیدم بچه داری چیکار میکنی تو؟ راستشو بگو، کیو کجا بردن؟ کیو کجا بردن؟ من تلفون. گفتم کیو کجا بردن پشت تلفن؟ من گفتم کیو کجا بردن؟ آره شهرام جان راستشو بگو، اتفاقی افتاده؟ بابا کسی رو جایی بردن؟ جون مهربون راستشو بگو. بابا من کی گفتم کیو کجا بردن؟ چرا اینجوری مشکوک هستم با آدم برخورد میکنی؟ بچه چه داری ماری میپیچونی؟ کیه اون پشت تلفن؟ کی پشت تلفنه؟ کی داره شما رو میپیچونه؟ چشات داری میگه یه گندی زدی؟ بگو دیگه. آقا چه گندی؟ شهرام جان مادر من اصلا نترس، ما به گند زدن تو عادت کردیم، حالا راستشو بگو. حالا حرفا چی میزنید؟ چرا همتون گیر دادین به بچه من؟ شهرام پری یه گند زده بود، خودش میگفت گند زده. بفرما. الو آتوی گشنه؟ چی میگی بابا؟ لنگه ماشینتو میخرم میندازم جلو تری؟ ها؟ به تو چه؟ به تو چه از کجا میارم؟ گوشو بده بغل دستید؟ الو گوشو به این ندیا، بعدم میاد ازش. بیژن چی شد؟ جواب منو نمیده، جواب شما هارم نمیده؟ گلار گفت کی؟ گفت بیژن. بیژن فرار کرده؟ زده تو گوش ماشین قربون سرایدار باشگاه ده در رو. به حق چیزایی ندیده و نشنفته، آخه اون ریغونه رو چه به این حرفا؟ مامان جون از آدم معتاد همه کاری بر میاد. چی؟ وای دکتر بعد از این تو حرف نزنی نمیگن لالی. وا این وا چیه یاد گرفتی؟ وا واقعا معتاد شده؟ با معتادا میگردی؟ آره؟ 10 سال من اینجا دارم کار میکنم، یه پرکا اینجا کم نشده. همین که شما باتون واسه شد اینجا به رئیسیت اون رفت. میگم ماشین سربالایی داغون میکنه آدم رو دروسی شده کارت شما. خب این که سربالایی نرفت که کفی بود که. مرد اگه اون ضرب المثله. بابا چه شب ضرب المثل خیزی، خب حرفت رو روک بزن آقا. روک بزنم؟ آه. ببین خدا نکنه بهم ثابت بشه تو 1% با این بچه هم دستی. اگه همینجوری دفعه نکردم. ببین خدا نکنه 1% بهت ثابت بشه که ما با این هم دست نیوم. ها چی میشه؟ دفعه نمیشون دیگه. بیا قاطر اومدن. میرن ددر رو به خاطر این استقبال. این مسکه رفیقت ماشین منو ازش برد. یقر ولکم. ولکم مگه ماشین میشه؟ یقر ولکم میگم. ولکم. باز چه غلطی کردی ماشا؟ چی گریه میکنی؟ بفرما من گریه واسه من ماشین میشه. آکن دلم واسه مام بابام تک شده. چی؟ باز رفتی به مادرم یه چیزی گفتی برزخی شد. من نگفتم تن و بدن اون پیرزارو نلرزون. بزنم شیشه مغازه دلون بیاد پایین. برو بچه پرو به که دماغ توی برم ریخه در میام. اینجوری من نگاه نکن قاطی کنم بعد قاطی بکنم. پیرزارو بدن چه گناهی کرده؟ هی میری اونجا در در خونه ما. ها چه گناهی کرده؟ هی میره در خونه پیرزارو داره میزنه. آی مردم بدونی این پیرمرد بی وجدان بی عزت میره در خونه تن و بدن مادر منو میلرزونه. پیرزار 80 ساله رو خجالت نمیکشه. مرد دیگه بگیرد بعد از 2 ماه که بهت فرصت دادم تازه اومدی اینجا در برم لاتبازی هم در میاری؟
هیچ که با خاله بلقیس رو در بسی داریم وگرنه وگرنه چیکار میکردی؟ وگرنه چیکار میکردی؟ من میخوام بدونم چیکار میکردی؟ من میخوام بدونم چیکار میکردی؟ خجالت نمیکشه هی میره در خونه من مادر من تن بدنش میلرزه ببینید چقدر بیوجدانه ای من ایو اناس اگر انا هم مستاجر شما به شما شیش ماه کرایه خونه نده باید چه کار میکنید؟ هیچی، وسایلشو میریزیم وسط خیابون اون پیرزن اتوبوس گردن گرفته نه برداشت سبزی قیمه و سبزی قرمه و حالا هرچی سبزی کوکو سرخ کرده هزار تومن بیاره به تو که وسایلشو نریزیم وسط خیابون نه پول جیبی میذارن تو جیبش حتی های برشی بزرگ کرده تو رو چرا بزرگ کرده آقا چه مغلو تو به جایی که ببین به جایی که برای ساز بزنی برای تنت بدن کار کن برش فهمیدی؟ داریم حرف میزنیم دیگه حله شما بفرمایید یعنی چی بفرمایید بیش آقا بفرمایید گفتگو میکنیم بفرمایید چه بفرمایید کجا چی شما برن نه آقا حرف میزنیم زدی توپ شدی ها رفتی تو فضا آقا میزن گوش کن شما برید حله ما حرف برو آقا شما برید بابا شما کاری نداریم نه مالک تو صبر سر کارتون بریم آقا عبی برو آقا برو امید خدا بفهم بیا ببینیم چی میگی یا قرو دیگه فضول چی میگی ببین چی میگم من 4 ماه اجاره شما رو دادم تحویلتون خودم جورش میکنم جور میشه میارم تو جورش میکنم بله من جورش تو من جورش جوک نگو جوک نمیگم جوک داری میگی وای میسن نگاه میکنم آبرون میره من 3 ماه کار میکنم میارم میدم به نه گوش کن مردت گوش کن یه لحظه گوش کن من خودم غیرت دارم 3 ماه جور کردم آوردن دادم بهت ها تو تازه تو آینه نگاه کردی تو ریخت منو دیدی ولی اینو ندیدی چیو اینا هیچه ماشین خب برم کار میکنم 2 ماه قربونت برم میارم میدم پول تو اجاره تو بهت فقط سراغ پیرزن همین من چیزی نخواستم ازت این قول پیش ننت هم میگی الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلام علیکم سلام علیکم من که امروز صبح ازتون خواهش کردم یه چند وقت به ما مهلت بدید تا بلنشی بچه اونجا بسده بیا وقت رو برو ننت اینجا حرفات بزن بیا دیگه بری واسده اونجا الهه قربونت بره مادر چرا اونجا بایستدی بیا جلو فدات بشم من نیومدم بیام تو خونه من اتفاقا اومدم فقط حبیب آقا رو ببینم ازش میخوام فقط یه 2 ماه شنفتی خاله بلقیس میگه فقط 2 ماه باشه نه یه روز پایین نه یه روز بالا نه یه ساعت کم نه یه ساعت زیاد ولی فقط از خدا من این دفعه هم باید قولی کنی خاله بلقیس یه گلگی نمونه ها یک کلام خط به کلام خداحافظ به سلامت تو هم منو باور نداری؟ نه نداری ولی صبر کن ببین این دفعه که برگردم تو هم منو باور میکنی این دفعه میتونم ماما صابش. اگه حلال باشه ببین چی جوری برمیگرده تو همین باشگاه بیا یک چای بخور الان اصدر نکن ما آدم نیستیم نه آقا من میگم برین کلانتری شکایت کنین اون کلاهی که سر ما رفت سر شما نره ببخشید من یه سوال از شما دارم چه کلاهی سر شما رفته شما که پول موتورتو گرفتی ضرر زیانش هم که گرفتی مفت میخوری اینجا مفت ها میشی اینجا مفت غذا میخوری مفت بلند میشی میری اونجا تفریحتو میکنی سوار اسب میشی دیگه چه مرگته چی میخوای زن میخوام اینه واسه من زن میره
با چی اومدی؟ ها؟ چرا اومدی؟ اومدی با یه مش دزد و خلافکار ما کردی اینجا که چی بشه؟ یک بلا نسبت هم بگو آقا. کاری بکن بعدن بتونی تو چشش نگاه کنی. من نمیدونم. من همون ماشینو میخوام. میدم به. من همونو میخوام. من با اون خاطره دارم. ببین من ماشینمو آوردی آوردی. اگه نیاوردی من نیاوردم چی؟ نیاوردم چی؟ میگم عین همون چهارچرخو به تحویل میدم. اولا همون رو تحویل میدم. اگه نیاورد عین همون رو میخرم به تحویل میدم. اونم بذار فقط پاش برسه اینجا. یه لغت میزنم بره بیرون بعد برف سال دیگه بیاد پایین. چه خبرتونه؟ خفه شو. صدا تو بیار پایین. خفه شو. بلش کن. الان مامورا میریزن اینجا. هی با تو هم آتیشو بکش کنار درختو میسوزونی زود باش تمومش کن زود باشین تموم کنین هی با تو هم دو ساعت نشی نشدی؟ من هنوز شروع نکردم زود باش تموم کن من تو گرم نشدی بلند شو برو بیرون من اینم بلند شو به به کم پیدایی این ورا ما که زیر سایه شما هیم آن نعمت گوش کن چی میگم این یه دفعه منو بساز گوش کن ببین من کجا لازم مسی مسی نداری بلند شو ببینم برو بیرون آقا نمت، گوش کن چی میگم من الان بدنم داغونه درد دارم دو عمل هم تو میخواد من بیمارستان دو کوچه پایین تره کار کنم بغلش یه لحظه گوش کن من تا حالا قرنم دو تانه شده باشه یه لحظه باشه بیا نسیه نداری بیا آقا نمت بیا لحظه بیا بیا شت تو آبروهنگ آتی کردی ها چی میگی تو ببین این ماشین الان دست منه خب نگاه کن کلیدش اینجاست پیش خودمه دارم باهاش کار میکنم دو سوته با دشت اول اومدم پولتو بهت دادم فقط منو امشب بساز لازم زیر سخت نیستیم دارم بهت میگم ممکنه بشنم گوش کن یه سایتی هم هک کردم پول میرسه دستم دلاره تومن نیستش من چقدر خری تو بس دیگه یه ساعت داری فک میزنی تو خماری نوکرتم قول میدم جبران کنم من نمیذارم اعتماد بگین حق داری من احمقم من نفهمم هر چی بگین هستم فقط بذارین من براتون توضیح بدم که چی شد ماشینو کجا برده بودی قربان برو ماشینو بگرد خوب نگاش کن ببین چیزی کم و کس نشده پس برای آرسه نرم جوابتو بدم ببین اینجا بگرد نه سویچ موتور بهتون میدم نه ماشین برو تموم شد رفت برو پس چی ماشینو برده بودی گفتم کار داشتم آوردم تحویلتون دادم میشه قاضی و ملق بازی؟ آبشارم کدوم قاضی؟ رفتی خودتو بسازی آره؟ من؟ خاک تو سرت رفتی مواد زدی دیگه نه من حرف زدم من قول دادم پای قولم وایستادم برای ریخت و قیافت چی میگه؟ این خلقت خداست دیگه من چی کارش کنم قیافم اینجا نمکتونم شدی؟ نه آبشار فقط بذاریم من توضیح بدم من پاک پاکم هم من نفهمم آره؟ رو پیشونی من نوشته نفهم؟ کجا نوشته؟ تو فضا عوض شد خود اینو ورده ببر تو اتاق تا نشکوندمش یه امشب ولش کنیم بیان اتاق ما کجا؟ دنبال زیر بغل ماری شما اتاق شما خود برو بینم خودو فقط داداش یادت باشه به حسن آقا خال من چی گل دادی داداش بسته توش بلند نشه ببین اجام جور و پلاس تو جمع کن گورتو گم کن بیرون شوخی میکنی؟ نه جدی میگم مگه شما نمیخواستی من حلالت کنم ببخشم نه نمیخوام دیگه
برو. این نظر شماست یا نظر پروانه خانم هم؟ دهنتو ببندا، اسم عمه منو به زبونت نیاری. یا چشم، چی فکر کردی واقعا؟ با این دک و پوزوریخ فکر کردی عمه من واقعا ببینه عملی شدی معتاد شدی زنت میشه؟ مگه رفتیم به پروانه خانومم گفتین شما؟ اصلا گفتم. چرا واقعا فکر میکنی با این ریخت و قیافت خاله من باید بیاد زنت بشه، عاشق تو باشه؟ خیلی بی‌معرفتی، عجب آدم. بابا خیلی پر روی تو. شما به من قول داده بودیم. من واقعا مواد نزدم. قول داده بودم یه روزی. ولش کن، این قولا زیاد میدن آدم ها تو دنیا. باش. ولی آقا شهرام، فقط اون میدونه من واقعا نزدم. باش، تو راست میگی. گم شو. برو! فلک داد و فلک داد و فلک داد و فلک دخت سلیم مونگارد برمون. کیه سر جای من خوابیده؟ بلند شو آقا جون، بلند شو. بیا، بیا خواب، بیا دوباره، بیا خواب. بیا کیه سر جای من خوابیده؟ باشو آقا، باشو بابا. جای من جای مگه این جره جره کردی؟ چرا نور میگی؟ باشو میخوام بخوام خسته. ببینم ایت بابا ای چی گفت اینجا بخوابی؟ یه مجب داری اینجا بلک شو بابا، بلک شو بینم، بلک شو. اینا حق حساب میدن اینجا میخوابم. بلک شو بینم، بلک شو، بلک شو بینم. بودو بابا بدت نخور، بودو بدت نخور.
نترسی، منم بیجانم. بله بله. سلام. سلام. چی شده؟ هیچی، میخواستم یه زحمتی بکشیم بریم پروانه خانم رو صدا کنیم یه توک با بیاد ببینم. چرا؟ میخوام باهاش صحبت کنم. نه، راجب چی؟ راجب خودم و خودش دیگه. نبینه شما رو بهتر آقا میشه. خاک تو سرت بگن که پونه کوچیکم تو رو لایق خواهرش نمیدونه صداش کنه ببینیش. نه نه، من منظورم اینه که من خواهر خودم بهتر میشناسم آقا بیژن. اون اسم شما رو هم شنید به هم ریخ، چه برسه که بخواد الان اینجوری شما رو ببینه. فکر کن چه من؟ نه میگم شاید مناسب نباشه الان اینجوری ببینش صحبت کنین و اینا. شما درد نکنه. خیلی ممنون، خیلی ممنون پوره خانم. تمام فرصت‌های زندگی ما همه ازم گرفتن، این فرصت هم شما بگیر. باشه من لایق. نه آقا بیژن. آقا بیژن چی؟ برین پارک بالای میدون، من بگم پروانه بیاد ببینتتون. سلام. چی میخوای؟ پونتون گفت بیام اینجا. تو در خونه ما چیکار میکردی؟ نمیشینی؟ حرفتو بزن. حق داری، یه خانم مثل تو حق داره که در ملعام نشینه کنار یادم مفنگی داغونه زیر پله خواب. حرفتو نمیزنی برم. نمیخوای بدونی که چرا حال روزم اینجوری شده؟ بگو میشنوم. اون شهرام عوضیتون آقا شهرام. من دوست داشتم پروانه، انقدر که بعد تو نتونستم ازدواج کنم. نیست من ازدواج کردم؟ تو هم انقدر دوستم داشتی؟ نه در حدی که بشتم پای اغل منقل و وافور. پروانه به جون تو منقل و وافور دستم نگیر. هر کفتی که بیزدی. پروانه من خیلی تنها. من تنها نبودم. ننه بلقیس خیلی فشار آورد زن بگیرم. نیست من که هم خواستگار داشتم. ضعیف بودم، کم آوردم، زمین خوردم. حالا میخوام دوباره پاشم. عشقم همون بیژن همیشگی، همونی که اومد خواستگاریت. دزدی هم از خصوصیات دود و دم دیگه. چه خصلت دیگه ای به خصلتات اضافه شده؟ دزدی کدومه؟ شهرام و نامرد به چی گفته؟ همش سوء تفاهم بوده. سوء تفاهم؟ باور کن سوء تفاهم بوده. پروانه من خیلی تغییر کردم. باور کن میخوام ترک کنم، یعنی اگر تو کمکم کنی به خاطر تو حاضرم زمین و زمان رو. اگه قراره به خاطر کسی ترک کنی به خاطر من نباشه. باشه پروانه، ولی کمکم کن. قول میدم بشم همون بیژن همیشه. ریخت خودتو تو آینه نگاه نکردی؟ نه تابلو معلومه نگاه نکردی. دیدی چه شکلی شدی؟ نه ندیدی. از لحظه ای که فهمیدم چه بلایی سرت اومده به حال خودم تأسف میخورم که تمام این سالا بهت فکر کردم. آی 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 چیز زده بودم پنی بیکارش داری بیشرف. آقا چیزی میدارم من بدیم سازی. بیا برو میرم بابا. بلنشا برو میدارم من برو بگیرمت. پروانه گلت. پروانه میدونم نمیخوای تو چشم نگاه کنی، میدونم چیزی از اون بیشم باقی نمونده. من کسی ندارم کمکم کنه. بگو شهرام منو برم نکنه، تنم نذاره. ببین من میخوام ترک کنم. میشنوی صدامو؟ اینقدر نچرخ مادر سرم گیج رفت. این عوض کمک کردنته؟ بسم الله. چشه این؟ فکر کنم مربوط به اون دکل رنگ پروانه است که رفته بگیره. خوشم میاد شما ماشالله تیزی، حواست به همه جا هست. آره خب، ولی من که فکر کنم کاسه ایزه کاسه است.
چرا اینقدر درش خورد میکنی مهربان جون؟ در همسایه بمون میخندن. تو زن آقا چدم نمیدونستی ترشی رو با ته توتی میریسن یا تروبچه؟ حالا داره به من ترشی درست کردن یاد میده. اینو آخه خدا بیامرز مادرم همه کارا رو میکرد. خدا رحمتش کنه. آخ به بابام سفارش میداد، آقا یعقوبم هم میومد دبه دبه ترشی میذاشت تو این آشپزخونه. آره خب خدا مادرت رحمت کنه. اگه اینقدر ریخت و پاش نداشتین الان آقات به جای این یه دونه خونه سه تا خونه برات به ارث گذاشته بود. چاقو تیز کن کجاست؟ همونجا تو آشپزخونه است. تیکه میندازه به من، کارش شده تیکه انداختن. چی گفتی؟ هیچی، میگم اگه خوب بگردیم پیداش میکن. این رنگ و دکلوره چی شو؟ مسخره؟ بلنشو میشه دوزه بده. چی رفتار غیر انسانیه باز؟ پهلوانیه که بلنشیم بشین جواب بده. بلنم چه میتر کنم به تو چه خانک. الو داد نزم بابا، داد نزم. میگم چی میگی داد نزم؟ میگم همین الان بلنشو بیا خونه، میفهمی؟ چی؟ آروم باشم، خیالت راحت، من آرومم. ببین حرف منو گوش کن، میگم بیژن اومده سراغم، میفهمی؟ بیژن. من میدونستم یه کاسه زیر نیم کاسه شما دوتا هست. آخه میدونی من اصلا از این ناراحتم که تمام شهر میدونن که پریوش اساس ششمش قویه، اما شما دوتا باور نمیکنش. وسط این هیریویری اصلا این پسره چجور پیدا شد؟ پری ها، حالا فهم می‌کنی چی گفته به پروانه؟ چی اومده واسش خواستگاری کنه؟ چه کار می‌تونه داشته باشه؟ نه این اومده که نفت بگیره. اصلا این برقیس که بلند شد و تعویض پیش اومد واسه همین بود. نه حالا فهمیدم. فکر نکنم. چرا؟ فکر کن. همینه. حالا نه. یعنی چی؟ مثلا میخوای بگی پسر سنش رفته بالا؟ خب آبجی خودمونم که همچین جوون مون نیست، ماهی سفید رنگ می‌کنه. نه مسئله اونم نیست. بعد مسئله چیه؟ مریضه؟ یه جور. خدای شکره که این قدرت فهمیدن رو به من دادی. داره میمیره؟ داره میمیره نه؟ نخود تو دهنت خیس نمیخوره بهت بگم که. به جون خودت، همیشه نخود خیس میخوره. تا حالا شده تو حرفی بزنی من عمل نکرده باشم یا رفته باشم گفته باشم؟ بله خیلی. باش بار بیمارستان. برای چی اینجا وایسادی وقت منم گرفتی؟ دارم میرم دیگه، مرخصی ساعتی گرفتم، خواهرم حالش بد بود. مرخصی گرفتی به کمک کن. دارم میرم سر کار. من خودم میفهمم ماجرا چیه. بفهم از خودت. خیلی مونده پریوشو بشناسی. مامان پری کجایی؟ سلام مامان. پری چی شده سه دوتایی؟ سلام خبر دارم براتون. خبر خوش خبر باشی. میگم یه محلس و اسم شهرام ورد زبون نشه. قربونش برم، شهرام پریه دیگه. آره خوده یه چایی تازه در بیار تا بهت بگم که پشت سر پسر تو محل چی هست که نمیگه. چایی گذاشتم تا دم بکشه با هم میخوریم. تو بگو این چه تو صدا شده میان؟ تو اتاقشه، تو تا مقی معمول زده به سرش واق کرده رفته اونجا. بیا بگو، من دلم کوچیکه، طاقت ندارم. دختری چشی؟ موقع کار کردن که میشه و من خانوم بغ میکنه میره. من از کتاکول افتادم. کمک مادر رو نکردی؟ مگه میشه کمک نکنم؟ بذار این دهن من بسته بمونه. آقا تو که دهن بسته نمیتونی زندگی کنی. سکن، من میرم. شیوه پروانه، معلوم هستوری چی کار میکنی؟ اصلا این پسر ارزششو داره؟ کدوم پسر؟ این فردا پس فردا میره به زندگی خودش، اون وقت این وسط چیزی که قربانی میشه خواهر عزیز منه. آبچی خانم جون، الهی دورت بگردم، حالت خوبه؟ نه به خدا حالا خوب نیست. چطور میتونه خوب باشه وقتی تو داری اینجور کاره احمق و
بهانه‌ای می‌کنی می‌خوای خودتو بکشی؟ کشتن چیه؟ چرا دنه قضیه رو بزرگش می‌کنین؟ من اومدم آب بخورم، لیوان شکست دارم جمع می‌کنم. همین تو گفتی منم باورم شد. نه، این توزیگی اصلا معلوم نیست هوش و حواس و دلت به یکی و چیه. میشه خواهش کنم بی خیال من شی؟ با اینکه به روی خودم نمیارم، ولی تو پاره تنمی خواهرمی، دوستت دارم. اگه دوستم داری پس کاری به کارم نداشته باش، بذار تو حال خودم باشم. اگرم قرار از زیر زبون کسی حرف بکشی، از زیر زبون شازده پسرت حرف بکش. برو ازش بپرس که چی شد دوباره پایه پسر تو زندگی من باشد. چرا اسم شهرامو میکشی وسط؟ چرا هر جا کم میاری شهرامو میکشی وسط؟ میشه خواهش کنم از اتاق من بری بیرون؟ چرا حوار میکنی سر شهرام؟ خواهش میکنم همه تو با شهرام بپری بدین. خواهش میکنم چشم دیدنشو ندارین، ولی اون بچه منه. چی شد؟ چی بگم والا؟ به قول اون فیلمه از دم همه یکی، خانواده شما همه یکی، یه تختتون کمه. نخیر خانوم، میدونی چیه؟ اصلا ازدواج من و تو از اون اول اشتباه بودش. ازدواج ما اشتباه نبود، ازدواج ننه تو با آقای من اشتباه بود. این دوتا دختر بعدم به دنیا اومدن، اول ما ازدواج کردیم. ای قربونت برم شهرام، سلام علیکم، فدای پسرم بشم، بچه اینه. سلام علیکم، قربونت برم. آقا چی میگه؟ چی میگه؟ به گوش شما هم رسیده؟ بله. آوازد همه جا پیچیده، خودت خبر نداری. آنا کر جانم الان میام. شهرام این همه جوری یه تختش کمه، الان قاطی زده شدید. باشه برش، حواست به خودت باشه، حواست به خودت باشه. یه چیزی بگیر تو بخوری. چی؟ این یکی الان زیادی داره. آره اینو بعد با این قاطی کنی. یا الله. سلام علیکم. چیه؟ کپکت خروس میخونه. چیه؟ صبح اول صبح مثل که گربه چنگت زده. این پسره اومده بود سراغ تاره؟ قرآنی اندفعه ببینمش میترکونمش. چرا بیرونش کردی؟ مگه قرار نبود ترکش بدی؟ اون واسه قبل از دزدی ماشین بود. اون میگه سوء تفاهمه. باشه، سوء تفاهم نبوده؟ چی؟ دوباره زد. مطمئنی؟ خاله اگه ترکوره زنش میشی؟ نه. خیلی خوب، بس چه تا دیگه؟ بلش کن بره سر زندگی، شری خلاص. آره هری خلاص. فقط تو با وجدانت چی کار میکنی؟ هر کی ندونه خودت خوب میدونی که باش چی کار کردی.